سلام بر شما، شب و روزتون بخیر در هر کجای دنیا که هستین. به یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدین. من مهران میرزایی هستم. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات و درگیری هایی که پیرامون انتخابات ترکیه اتفاق افتاد. و نیز گزارشی داریم از تغییر حامل های انرژی در ایران که معاون رئیس جمهوری میزان آن را 25% اعلام کرد. همچنین نگاهی داریم به روسیه و درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور از اوکراین برای انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور. همکارمان محمد رضا شاهید از پاریس ما را در جریان انتخابات شهرداری ها در فرانسه قرار خواهد داد. و اما آتنا یزدی، همسر عباس یزدانپناه یزدی، تاجر ایرانی مقیم بریتانیا، در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده از چگونگی ربوده شدن و به قتل رسیدن همسرش توسط رژیم جمهوری ولایت فقیه از شیخ نشین دبی میگوید و در پایان مهستان بختیاری از وضعیت گردشگری در ایران صحبت میکند. با ما همراه باشید. بیش از 52 میلیون نفر از واجدین شرایط در انتخابات محلی ترکیه شرکت کردند و با اعلام نتایج آرا حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان اکثریت آرا را به دست آورد. این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر به شمار می رود. در حین برگزاری این انتخابات درگیری هایی در ترکیه به وقوع پیوست که طی آن 8 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه 10 فروردین هنگام برگزاری انتخابات محلی در ترکیه چند درگیری میان گروه‌های مخالف در مناطق گوناگون این کشور روی داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه تنها در 2 منطقه هاتای و سان لیوفا در جنوب ترکیه 8 نفر کشته و دست کم 14 نفر زخمی شدند. درگیری گروه‌های مخالف در جریان انتخابات در ترکیه امری عادی به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته نیز رایج بوده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد بیشتر کشته شدگان اهالی روستایی در جنوب شرقی ترکیه بودند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رأی خود را بعد از ظهر یکشنبه در یک حوزه رأی محله اسکودار استانبول به صندوق انداخت. او در جمع خبرنگاران گفت امروز ملت ما واقعیت را انتخاب می کند. آقای اردوغان ابراز امیدواری کرد که این انتخابات گامی به سوی دموکراسی بیشتر در ترکیه باشد. او پیشتر نیز گفته بود این انتخابات رأی‌گیری درباره آینده سیاسی ترکیه خواهد بود. مخالفان حزب عدالت و توسعه وابسته به اردوغان طیف گسترده‌ای از نیروهای ملی‌گرا، چپ و اسلامی اصولگرا هستند. مهمترین رقیب حزب حاکم اما حزب جمهوری‌خواه خلق است. رهبر این حزب کمال قلیچدار اوغلو هنگام ریختن رأی به صندوق در آنکارا گفت دموکراسی ترکیه باید تقویت و تصفیه شود. به امیدوار بود که شهرداری آنکارا را از دست حزب عدالت و توسعه خارج کند. شمارش آرا در انتخابات روز یکشنبه شهرداری های ترکیه از شب گذشته آغاز شد. به گزارش رسانه های ترکیه با اعلام اولین نتایج آرا حزب حاکم عدالت و توسعه از دیگران جلوتر است. بیشتر گفته شده بود که این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر به شمار می رود. همچنین گزارش‌ها حاکی از میزان بالای شرکت کنندگان در انتخابات بوده است. کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرده بود که بیش از 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اردوغان و حزبش در انتخابات پارلمانی در سال 2011 نزدیک به 50% آرا را کسب کردند. در 3 سال گذشته دولت اردوغان تلاش کرد رسانه‌های سنتی و اینترنت را کنترل کند، اما پیوسته با مقاومت مردم و احزاب سیاسی مخالف مواجه شد. آقای اردوغان برای کنترل اوضاع در جریان انتخابات یوتیوب و توییتر را نیز مسدود کرد. در طی این 3 سال حزب حاکم عدالت و توسعه در کنار پیشرفت‌های اقتصادی تلاش‌های زیادی برای اسلامی کردن جامعه به خرج داد. ماجرای فاش شدن فساد مالی در دولت ترکیه از دیگر موضوعاتی بود که بر این انتخابات تأثیر گذاشت. در حالی که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرده بودند حامل‌های انرژی به زودی افزایش نخواهد یافت، هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری گفت در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدود 25% افزایش خواهد یافت.
در همین راستا پیشتر نیز شماری از نمایندگان مجلس و همچنین صاحب نظران اقتصادی نسبت به پیامدهای اجرایی مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهای حامل‌های انرژی هشدار داده بودند. اسحاق جهانگیری همچنین گفت سال گذشته تعداد کسانی که یارانه گرفتند بیشتر از جمعیت ایران بوده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت بر اساس آخرین آمار در بهمن سال گذشته 77,384,000 نفر در کشور یارانه دریافت کردند که این تعداد بیشتر از جمعیت ایران است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. جهانگیری ضمن اعلام این خبر اما در عین حال گفت به دلیل شرایط اقتصادی کشور در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شوک قیمتی به حامل های انرژی وارد نخواهد شد. جهانگیری گفت اقتصاد کشور با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را نخواهد داشت. وی همچنین افزود که طرح هدفمندی یارانه ها در مرحله اول با کمبود منابع مالی در پرداخت یارانه نقدی مواجه شد. معاون رئیس جمهوری ایران افزود بر اساس قانون مقرر شده بود پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد و این در حالی است که از محل این افزایش تنها 900,000 میلیارد ریال درآمد ایجاد شد. وی اضافه کرده است تا پایان سال 92 1300 میلیارد ریال یارانه نقدی به مردم پرداخت شد و ما به تفاوت این میزان به مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از محل بودجه دولت تامین شده است. به گفته معاون رئیس جمهوری ایران با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای ساماندهی وضعیت درمان کشور اختصاص خواهد یافت. جهانگیری همچنین گفت که گام دوم هدفمندی یارانه ها باید با جدیت پیگیری شود. در همین راستا سازمان هدفمندسازی یارانه ها روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 20 تا آخر فروردین 93 و بر اساس عدد سمت راست شماره ملی افراد انجام می شود. اظهارات معاون رئیس جمهوری در حالی است که پیشتر کارشناسان نسبت به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هشدار داده و گفته بودند با اجرای این طرح هر چقدر هم دولت اطمینان بدهد باز هم افزایش حامل های انرژی ناگزیر خواهد بود. فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین رابطه گفته بود که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای کشور پرمخاطره خواهد بود. به گفته این اقتصاددان دولت در ایران خود بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار در اقتصاد است و در صورت اعمال سیاست های تورمزا و شوک درمانی دولت بیش از سایر بخش ها باید هزینه کند. حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی تبعات اجتماعی این اقدام را وحشتناک دانسته است. حسین راغفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که شمار دیگری از کارشناسان اقتصادی مانند سعید لیلاز میگویند برای اینکه کشور از لبه پرتگاه دور شود چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. بر پایه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی به ویژه انرژی ماهانه مبلغی به خانواده‌ها می‌پردازد، اما اجرای این طرح همواره با فریز و نشیب‌های همراه بوده است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 27 بهمن تصویب کرد که دولت حسن روحانی از ابتدای سال 93 مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. حال
دولت حسن روحانی در یک دوراهی قرار دارد. اگر این طرح را اجرا کند، ناگزیر است حامل‌های انرژی را افزایش دهد که خود موجب تورم خواهد شد، و اگر هم اجرا نکند، کاری خلاف قانون انجام داده است. از سوی دیگر هم دولت برای پرداخت یارانه ها با کمبود بودجه مواجه است و امیدوار است با طرح خوداظهاری یارانه ها که از 20 فروردین ماه آغاز می شود، مردم خود از گرفتن یارانه ها انصراف دهند. در ادامه بحران اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار اصلاحات در قانون اساسی اوکراین شد. پوتین همچنین دستور تأسیس وزارتخانه جدیدی به نام کریمه را در ساختار اداری کشور صادر کرد. وزارت دفاع اوکراین همچنین از عقب نشینی تدریجی نیروهای نظامی روس از مناطق مرزی دو کشور خبر داد و رئیس جمهوری روسیه نیز در گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این عقب نشینی را تایید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار اصلاحات در قانون اساسی اوکراین برای ایجاد اطمینان از حقوق مشروع و منافع مردم مناطق مختلف این کشور شد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، آقای پوتین این درخواست را در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیان کرد. وی در این تماس تلفنی جنبه‌های مختلف بحران اوکراین از جمله همکاری بین‌المللی برای اعاده ثبات در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. کاخ کرملین در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که پوتین همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به آنچه که محاصره منطقه روس نشین ترانسدنیست را در مولداوی و هممرز با اوکراین خوانده شده است. این گزارش میگوید که پوتین و مرکل با ادامه تماس دو جانبه و در سطوح مختلف موافقت کردند. در همین حال دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه که به منطقه الحاقی کریمه سفر کرده است، گفته پوتین دستور لازم برای تشکیل وزارتخانه مسئول در امور کریمه را امضا کرده است. وی افزود پوتین در دستور دیگری اولگ ساویلیوف را به ریاست وزارت مسئول در امور کریمه منصوب کرد. نخست وزیر روسیه ادامه داد معتقدم ایجاد یک ساختار فدرالی جداگانه با شعبه اجرایی در بدنه دولت روسیه برای رسیدگی به امور کریمه و سواستاپول ممکن است. مدودوف توضیح داد رئیس جمهور از ابتکار دولت در ارتباط با این دغدغه حمایت و در این راستا دو حکم یاد شده را امضا کرد. وی همچنین گفته که کریمه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد. مدودوف افسود است هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعه‌اش درآمد کسب کند. مدودوف عالی ترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به این منطقه سفر می کند. وزارت امور خارجه اوکراین سفر نخست وزیر روسیه به کریمه را نقض فاحش قوانین بین المللی خوانده است. روسیه به اعتراض وزارت امور خارجه اوکراین واکنش نشان داده و گفته است معلوم نیست چرا وزارت خارجه اوکراین چنین یادداشتی را فرستاده است، آن هم در حالی که کریمه بخشی از سرزمین روسیه است. کریمه در پی برگزاری یک همه پرسی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیر قانونی خواندند، ضمیمه خاک روسیه شده است. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان از جامعه جهانی خواست تا از بازگشت به دوران جنگ سرد جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس وی اظهار داشت ما نباید در قرن 21 به جنگ سرد بازگردیم، اما بروز این وضعیت هنوز منتفی نشده است. در رویدادی دیگر چند روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی با همتای روس خود خواستار عقب نشینی نیروهای روس از مرز با اوکراین شد، وزارت دفاع اوکراین از عقب نشینی تدریجی نیروهای نظامی روس از مناطق مرزی دو کشور خبر داد. سخنگوی ستاد مشترک وزارت دفاع اوکراین در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری فرانسه با اعلام عقب نشینی بخشی از نیروهای روسی از مرز گفت که نمیتواند آمار دقیقی از کاهش نیروهای روسی در این منطقه بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در یک گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اطمینان داد که بخشی از نیروهای نظامی خود را در مرزهای شرقی اوکراین را به سمارا واقع در کنار رود ولگا منتقل کند. حضور گسترده نیروهای روسیه در مرز اوکراین به ویژه پس از اعلام الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه، نگرانی‌های گسترده‌ای را در اوکراین و کشورهای غربی سبب شده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به دنبال اقدامات بی سابقه روسیه در لشکرکشی به اوکراین این کشور را مورد تحریم قرار داده و گفتند که تحریم ها را شدیدتر هم خواهند کرد.
با این حال به دنبال گفتگوی دو روز پیش وزرای خارجه آمریکا و روسیه و نیز در پی عقب نشینی نیروهای روسی، نشانه های از رفع تنش در این منطقه به چشم می‌خورد. منابع محلی یمنی در هفته گذشته گفتند افراد مسلح موتورسوار به سمت مرکز پلیس شهر الزالع در جنوب یمن تیراندازی کردند. در این تیراندازی دو نیروی پلیس کشته و یکی دیگر نیز زخمی شد. از سوی دیگر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن از جمهوری اسلامی خواست تا از حمایت از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه‌های مذهبی در شمال یمن دست بکشد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در گفتگویی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد، ضمن اظهار اینکه جمهوری اسلامی در یمن دخالت می‌کند، خواست تا سیاست‌های اشتباه خود را در قبال یمن اصلاح کند. رئیس جمهوری یمن در این گفتگو افزود متأسفانه دخالت‌های جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد، چه از طریق حمایت از جدایی طلبان جنبش جنوبی و چه از طریق حمایت از برخی گروه‌های مذهبی در شمال یمن. اشاره رئیس جمهوری یمن به گروه جنبش جنوبی یا حراک جنوبی و همچنین گروه‌های جدایی طلب حوثی در شمال است. حوثی‌ها که پیرو مذهب شیعه زیدی هستند می‌کوشند تا مناطق بیشتری را در شمال یمن تحت کنترل خود درآورند. آقای منصور هادی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: از برادران ایرانی من خواسته ایم تا در سیاست‌های غلط خود در قبال یمن تجدید نظر کنند، اما درخواست‌های ما نتیجه‌ای نداده است. به افزود خواستار آن نیستیم که تنش‌ها میان ما و تهران افزایش پیدا کند، اما در این حال امید ما این است که ایران از دخالت در یمن دست بکشد. یمن سال گذشته گفت که یک کشتی ایرانی به نام جهان یک در نزدیکی سواحل آن کشور توقیف کرده که سعی داشت مواد منفجره و موشک‌های زمین به هوا را به طور غیرقانونی وارد یمن کند. جمهوری اسلامی بارها متهم شده است که در اوضاع داخلی کشورهای بحرین و یمن دخالت و شیعیان این کشور حمایت‌های مالی و نظامی می‌کنند. اما هفته گذشته فرانسه شاهد انتخابات شهرداری‌ها بود که در آن حزب حاکم از احزاب رقیب شکست خورد که باعث تغییرات اساسی در کابینه شد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. با اینکه انتخابات شهرداری ها توسط خود مردم و ساکنین شهری برگزار میشه و ربطی هم نداره مستقیما به سیاست کشور، اما گفته شما از اونجا درسته که نتایج دلایل خودش رو هم با خودش داره. رئیس جمهوری که حدوداً 25% محبوب آقای اولاند، شهرداری پاریسش همچنان در اختیار چپ میمونه که حالا اونم دلیلش رو خواهم گفت خدمتتون، اما نارضایتی در سطح کشور از حدود 40% به 54% به سمت حزب راست می رود. چرا؟ به این دلیل که مردم از دولت سوسیالیست راضی نیستند و همونطور که در شماره امروز فیگارو مشاهده می کنید، احتمال ترمیم کابینه بیشتر از هر زمان دیگر مطرح است. نام دو نامزد احتمالی وزیر کشور و وزیر خارجه کنونی، احتمال نخست وزیری رو از پیشنهادش رو از طرف آقای اولان دارن. اما جدا از اتفاقاتی که در امر انتخابات شهرداری افتاده و احزاب راست موفق شدند، باید دید که حزب راست آقای شیراک حتی بعد از اینکه نخست وزیر بود و قبل از اینکه رئیس جمهور باشه سالها شهردار بود و شهردار کنونی آقای برتران دولانوئه از حزب سوسیالیست دو بار با محبوبیت 62% مقام خودش رو ترک میکنه. اگرچه خانم ایدلگو نامزد شهرداری که موفق شد از حزب سوسیالیست با 53% بر رقیب راست خود خانم موریزه با 44% برنده بشود، اولا یک شهردار زن، جای شادمانی برای همه مدافعین حقوق زن، و دیگر اینکه در این حال اینکه مردم تک به تک برای شهرداری خود
رأی دادند، سیاست کشور را هم مد نظر قرار دادن. اما چند نکته بسیار کوتاه. جوانترین شهردار 22 سال است. رئیس جمهور پیشین آقای سرکوزی در 28 سالگی رئیس جمهور شد، اما امسال رکورد شکسته شد. و جالب این است که در شهر جویزینی که 40 سال نامزد چپ داشت به یک نامزد 22 ساله حزب راست روبن ردا هست اسم این جوان. نکته دوم، آقای روبر منر سالها دبیر گزارشگران بدون مرز از حزب چپ اینک با حزب افراطی راست در شهر بزیه انتخاب می شود. در مورد شهرداری و انتخابات شهرداری به خصوص در سطح فرانسه بسیار می شود گفت، اما همونطور که حدس می زنید فرانسه و مردم فرانسه یکی از سیاسی ترین مردم های ملت های در واقع کشورها هستند و آنچه که مردم فرانسه تعیین می کنند هم برای سرنوشت خودشون هم برای سرنوشت کشورشون درسی است که امیدواریم در سایر کشورها هم دیده بشه، شنیده بشه و تکرار بشه. همونطوری که در ابتدای برنامه هم بهتون گفتم، دکتر علیرضا نوریزاده گفتگویی داشت با خانم آتنا یزدی، همسر عباس یزدانپناه یزدی، تاجر ایرانی مقیم بریتانیا که توسط رژیم جمهوری ولایت فقیه از شیخ نشین دبی رو بوده و کشته شد، که توجه شما را به آن جلب میکنم. شما خانم آتنا، این سوالو دارم، وقتی میبینید راجب عباس حرفای نادرست زده میشه، مطالبی گفته میشه که با حقیقت مطابقت نمیکنه، چه احساسی دارید؟ آیا واکنش نشون میدید؟ جواب میدید؟ چی کار میکنید شما؟ من امروز سعی کردم که خیلی کنار بیستم، ولی خب مگه میتونم بی‌تفاوت باشم؟ مگه این انصافه که اگر جنگ چند نفر دیگه است، اگر جنگ قدرت، عباس باید قربانی بشه این وسط؟ که شد دیگه، چی میخوان از جونش؟ الان که نیست از خودش دفاع کنه. الان وقتی خود شما فکر میکنی، در دلت امیدواری دوباره عباس رو ببینی یا نه؟ اگر خود دو ماه پیش این سوال میکردیم 100% امیدوار بودم. امروز از خدا آرزو میکنم که ببینم. آتنا عزیز، من سوال دیگرم اینه که شما در رابطه با اطلاعاتی که از کامپیوتر عباس داده شد به دولت ایران، اونم با آقای پور محمدی، شما هیچ اقدامی نکردید؟ در نظر قانونی پیگیر این کار نشدید؟ من هنوز پیگیر این کار نشدم و علتش هم این بود، دولت انگلیس هم اعلام کردم، گفتم که من این رو حتماً اقدام قانونی خواهم کرد. من نمیدونم حق عباس پایمال بشه. بله، ولی اولویت من امروز اینه که عباس کجاست، چه بلایی به سرش اومد، چی داره میگذره، آیا هست و آیا نیست. خانم یزدی، من پیگیری خواهم. بله خانم یزدی، به عنوان میدونم شما الان در شرایطی نیستید، وقتتونم نمیخوام بگیرم، سوال دیگه هم ندارم، فقط اینو میخوام بدونم، چون چگونگی ربوده شدن ایشون رو من همون روز بیان کردم فرداش، و ما در جریان بودیم، با خود شما هم که تماس داشتم. آخرین اطلاعی که از نوع ربوده شدن ایشون دارید چه بوده؟ آخرین اطلاعات همون هست که متاسفانه از پارکینگ آفیسشون ایشون رو برداشتن. بله، دارو تزریق کردن که خواب کنن و بعدم بردنشون ایران. بله، پس شما تا اینجاش رو میدونید. من میدونم شما متأثر میشید، یادآور اون فرزندان عزیزتون رو ببوسید. من هم مثل شما از خدا میخوام، آرزو میکنم که سرنوشت آقای نوزاده، نمیدونید چقدر سخته، نمیدونید چقدر سخته که پسر من انقدر ناراحته. ما ایرانی هستیم و میگه این کار از ایران کردن، حاضر نیستم هیچ وقت دیگه برم ایران، میگه نمیتونیم بریم ایران. و پسر من میگه هیچ وقت دیگه حاضر نیستم انگلیس برم. قدر نیستم از سخته که بین زمین و هوا موندن و این بچه میگه
انگلیس و ایران همکاری کردن و دادی منو کشتن و دختر من میگه مامی هر اوکیژنی که میشه مامی تا عید دادی میاد آخه. مامی ایستر هالیدی دادی میاد مامی تابستون دادی میاد. خانم آتینا من واقعا متاثرم، مثل شما آرزو میکنم پروردگار لطفی کنه و هرچه زودتر معلوم بشه عباس چی شد، کجاست، چه جوری شده و شما از این استراب و ناراحتی و نگرانی که واقعا میتونه انسان رو داغون بکنه نجات پیدا کنید. برای شما استقامت بیشتر که تا حالا نشون دادید آرزو میکنم، براتون سلامتی و فرزندان عزیزتون سلامتی و پایداری. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما. بعد میدونید تمام اینا به یک طرف، این کاری که میکنن که شنگایی که با هم دارن این وسط عباس رو قربانی کنن، این بیشتر دل آدم رو آتیش میزنه. اما به دنبال تصویب پیشنویس قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در خصوص ایران، محافظه‌کاران واکنش شدیدی نسبت به آن نشان دادند. در این راستا رئیس سازمان بسیج مستضعفان ضمن ابراز مخالفت شدید با این قطعنامه، اتحادیه اروپا را بدتر از چهارپایان دانست. اکثریت اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه 12 فروردین به پیشنویس قطعنامه رأی مثبت دادند که قرار است راهبرد کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی را مشخص کند. به دنبال تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در خصوص ایجاد دفتر نمایندگی در تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفان ضمن ابراز مخالفت شدید با این مسئله، اتحادیه اروپا را بدتر از چهارپایان دانست. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، محمد رضا نقدی در سخنانی در رشت با اعلام اینکه اتحادیه اروپا غلط می‌کند در تهران دفتر بزند گفته است اتحادیه اروپا مصداق این آیه قرآن است که فرمود از چهار پایان بدتر هستند. و با حمله به اتحادیه اروپا گفته است همجنس بازان مانند حیوانات آمیزش می‌کنند. در خصوص مواد مخدر نیز چندین برابر افزایش تولید داده و با قیمت پایین در اختیار جوانان قرار می‌دهند. سپس در قطعنامه می‌گویند حق ندارید قاچاقچیان را اعدام کنید و هم جنس بازان را آزاد کنید و می‌گویند بیایید در ایران دفتر بزنید. شما غلط می‌کنید که در ایران دفتر بزنید. در همین راستا مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به این قطعنامه گفت اقدام بانیان این قطعنامه عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری می باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین روی کرده در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می داند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نیز در واکنش به این قطعنامه گفته است اتحادیه اروپا طرح 20 ماده‌ای را ارائه کردند که طبق آن اعضای این اتحادیه به ایران سفر کنند و بتوانند با مجرمان فتنه 88 ملاقات کنند. هنوز قضیه هسته‌ای ما تمام نشده، آنها چنین بساطی به پا کردند که باید به شدت مراقب بود. تصویب پیشنویس قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران واکنش‌های منفی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به همراه داشت. علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است پارلمان اروپا در عالم اوهام سیر می‌کند. به افزوده است مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و مردود و محکوم است. بروجردی همچنین گفته است ما آمادگی داریم در زمینه نقض حقوق بشر در آمریکا و تبیین حقوق بشر اسلامی با اروپایی ها مذاکره کنیم. وی گفته پس از تعطیلات مجلس در زمینه سفر اروپایی ها به ایران ضوابط جدیدی وضع خواهد شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون نیز تاکید کرده است هدف اتحادیه اروپا از تاسیس دفتر در ایران آشوبگری است. وی افزوده اگر تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران بر اساس احترام متقابل و رفتارهایی در چارچوب و اصول روابط بین المللی و دیپلماتیک باشد ما استقبال میکنیم.
محمد صالح جوکار، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در این رابطه گفته است دفتر اتحادیه اروپا در تهران هیچ کاری جز جاسوسی انجام نخواهد داد. و همچنین با اشاره به تأکید دیدار هیئت‌های اروپایی با بازداشت شدگان سال 88 افزوده است، این موضوع نشان می‌دهد اروپایی‌ها جز فتنه انگیزی در کشورمان کاری ندارند. محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم با حمله به اروپا گفته است اروپایی‌ها اگر راست می‌گویند اجازه دهند جمهوری اسلامی نسبت به یکی از انتخابات‌های آنها نظارت داشته باشد تا تخلفات آنها مشخص شود. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین پیشنویس قطعنامه ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد و از جمله از اتحادیه اروپا خواست که تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند. در این قطعنامه بر آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، کارگری و بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های سال 88 تاکید شده است. در پیشنویس این قطعنامه به طور مشخص و تنها به دیدار با زندانیان اعتراض‌های سال 88 اشاره نشده، بلکه تاکید شده همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران می‌روند باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند. و اما گردشگری در طی دهه‌های اخیر به یک صنعت بسیار مهم و پررونق برای کشورهای دارای جاذبه‌های گردشگری تبدیل شده. علاوه بر سود سرشار این صنعت، گردشگری موجب شده تا کشورها از این فرصت در جهت تقویت گسترش و معرفی فرهنگ خود به دیگر ملل دنیا بهره ببرند. در این باره توجه شما را به گزارش مهستان بختیاری از ترکیه در مورد صنعت گردشگری در ایران جلب می‌کنم. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، مجموعه تاریخی تخت جمشید در نوروز امسال تونسته رتبه نخست بازدید کنندگان آثار تاریخی کشور رو به خودش اختصاص بده. این آمار اشاره میکنه که در 7 روز نخست نوروز امسال بیش از 327,000 نفر از مجموعه تاریخی تخت جمشید بازدید کردند. هرچند این مجموعه تاریخی امسال تونسته این رتبه رو در واقع به دست بیاره، اما در قیاس با پتانسیل بالای ایران در زمینه گردشگری و آثار تاریخی به نظر این آمار خوشایندی نمیاد. ایران با بیش از 1,200,000 اثر تاریخی ثبت شده یکی از 7 قطب بزرگ گردشگری جهان محسوب میشه که به ویژه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران هرگز نتونست از این فرصت مهم اقتصادی بهره کافی رو ببره. در حال حاضر بیش از 800 میلیارد دلار گردش مالی سالیانه صنعت توریسم در جهان هستش که از این رقم بزرگ سهم ایران حتی کمتر از 0.1% هستش. همونطور که گفتیم این هم به ویژه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران تقریبا به امری فراموش شده تبدیل شد. حتی در سالیان اخیر بسیاری از ایرانیان به دلایل گوناگون از جمله سختگیری های حکومت در امر گردشگری ترجیح دادن که در این زمینه از کشورهایی همچون ترکیه و دبی بازدید بکنن. آخرین گزارش عرب نیوز حکایت از اون داره که ایران در ردیف 10 کشور نخست بازدید کننده از امیرنشین دبی قرار داره و در این رده‌بندی رتبه ایران در واقع رتبه 9 هستش، حتی پیشتر از کشور چین، کشوری که بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره. این گزارش همینطور اشاره میکنه که تنها در فاصله زمانی ماه دسامبر تا ماه ژانویه 2013 بیش از 300,000 ایرانی از امیرنشین دبی بازدید کردن. این آمار و ارقام در حالی منتشر میشه که هفته گذشته اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس، یکی از استانهای مهم گردشگری کشور، عنوان کرد که آمار بازدید کنندگان و گردشگران این استان نسبت به سال گذشته 7% کاهش داشته. بیمهری و بیتوجهی و تندخویی مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به مظاهر تاریخی و آثار ملی و همینطور نبود یک مدیریت علمی و جامع و بالاتر از اون وضع قوانین سختگیرانه حکومتی و مذهبی، همه و همه باعث شده تا ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارای پتانسیل آثار تاریخی و گردشگری هرگز نتونه در این زمینه موفق باشه و حتی بدتر از اون در طی این سالها ما شاهد تخریب و از بین رفتن بسیاری از آثار تاریخی در کشور باشیم. با این گزارش به پایان این برنامه میرسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یکشنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه.
اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که همین الان بر روی صفحه ظاهر شده میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر، بدرود.